یکی از کسایی که مشرف شد محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا شیخ حسین آل رحیم نجفیه. به قدری بنده خدا متدین بود و به قدری فقیر و گرفتار و بیچاره بود که هر سال فصل پاییز که می شد می رفت سر خرمن ها، عرب ها به عنوان زکات یه مقداری گندم بهش می دادن و این زندگیشو اداره می کرد. با این فقر و فاقه شیخ حسین آل رحیم سرما خوردگی پیدا کرد، سینش معوف و مریض شد، نتونست دوا و دکتر کنه، مرضش شدت کرد، کم کم صدفه که می کرد از سینش خون می آمد. شیخ حسین آل رحیم یه روز تو بازار هویش نجف داشت میرفت، چشمش افتاد به یک دختر زیبایی از عرب ها، چون متدین بود سرشو پایین انداخت، اما یه جوان عذبی حالش منقلب شد. بعد چند نفر از رفقای اهل علم و فرستاد پیش بابای دختر خواستگاری کنن دختر رو برا. بابای دختر گفت یه هفته به من مهلت بدید تحقیقاتم رو بکنم درباره ای داماد، بعد نتیجه رو میگم. یه هفته گذشت، نتیجه تحقیقاتت چی شد؟ گفت خلاصه من دخترم رو به شیخ حسین نمیدم. گفتن چرا؟ گفت برای دو جهت، اولا فقیره، ثانیا مریضه. این دردم اومد رو درداش. یه روز اومد تو صحن علی نشست، یه نگاهی کرد به قبر امیر المؤمنین، سری بلند کرد طرف آسمون، صدا زد خدایا چون فقیرم چون مریضم زنم نمیدن. همینطوری که حالش منقلب بود، یه وقت یکی از طلبه ها و رفقای اهل علم اومد رد بشه، صدا زد شیخ حسین آل رحیم چه تیغت منقلبی؟ گفت ناراحتم، فقر به فشار آورده، مرض سینم شدت کرده. دیگه حاجت سومی رو نگو. گفت شیخ حسین بی خود ناراحت، شیخ حسین آل رحیم نجفی بی خود ناراحتی. گفت جدو، گفت گزی که مهدی دارد چه غم دارد. گفت چه کنم؟ گفت اگه از من میشنوی، چهل تو شب چهار شنبه برو مسجد کوفه، متوسل شو به ساعت مقدسش، خبری میشه. شیخ حسین آل رحیم نجفی میگه چهل شب چهار شنبه آمدم مسجد کوفه، شب چهار شنبه چهلومی بسیار هوا سرد بود، به قدری فقر به فشار آورده که دیگه اون شب نان خالیم نداشتم. آمدم تو دالون مسجد نشستم، گفت یه مقدار فقط قهوه داشتم، این قهوه رو درست گردم بخورم. تو دالون مسجد به دیوار بوس کردم،
میلرزم از سرما. تا قهوه درست شد یه وقت دیدم از اون گوشه مسجد کوفه یه جوون عربی داره رو به من میاد. با خودم گفتم ببینم شب که هیچی ندارم، قهوه‌م هم کمه، برام داره مهمون میاد، مگه میشه یه عرب بیاد و یه تعارفش نکنم؟ عرب اومد جلو سلام کرد، گفتم بفرمایید نشست. به اسم منو صدا زد شیخ حسین آل رحیم نجفی. چت بابا؟ گفتم آجان فرق خیلی به فشار آورده. فرمود صلاح دین در همینه. یه خورده قهوه ریختم تو فنجان، تعارفش گردم. گفت دیگه چته؟ گفتم سینم هم خون میاد. یه خورده از اون قهوه رو خورد، بقیه شو داد به من، گفت شیخ حسین بخور انشالله سینت خوب میشه. یه وقت دیدم پاشد برم، گفتم کجا میری؟ گفت میخوام برم او زاویه مسجد کوفه کنار قبر مسلم ابن عقیل. گفتم منم میام. گفت پاشو بریم. اومدم طرف نجفش رفت، همین که نزدیک مسجد حنا نرسیدم، یه وقت متوجه به خودم شدم، دیدم اصلا دیگه سرفه نمی کنم، سینم درد نمی کنم. فهمیدم عمو ته فنجون قهوهی که من خوردم و به لبای مقدسش رسیده بود منو شفا داد. آمدم تو اتاق مدرسم، ای به حال خودم گریه می کردم، که حالان که بعد از مدتی دست به دامنش پیدا کردم، وقتی دیدمش نشناختمش، هی ناراحت بودم. گفت یه وقت دیدم یکی در اتاق مدرسم و میزنه، بفرمایید تو. اومد تو، دیدم همون مردیه که رفته بودم برا خواستگاری دخترشو به ما نداده بود. بابای دختر است، خودش اومده. صدا زد شیخ حسین حالت چطوره؟ گفتم الحمدلله. گفت سینت چطوره؟ گفتم ارباب شفا داد. ما کس داریم؟ بی کس نیستیم که. مریضا امرو حواسشون جمع باشه ها، مریضدارا دلاشون اینجا باشه ها. گفتم شما حالت چطوره؟ گفت حال من از دست تو خوب نیست. گفتم چرا؟ گفت شیخ حسین مگه من به تو چه کرده بودم که رفتی شکایت منو به امام زمان گفت؟ یبنال حسن